4 کلید اساسی برای هرس و شاخه‌بری که اگر شما این 4 موضوع 4 کلید رو بدانین، هر نوع درختی که دارین، هر نوع درختی که در اطراف شما موجود هست، شما میتونین هرس و شاخه‌بری کنین بدون کدام دغدغه و جنجال، شما میتونین یاد بگیرید. پس این ویدیو را دقیق دنبال کنین تا اینکه با تمام موضوعات شاخه‌بری یا هرس آشنا شین و بتونین خودتان هر نوع درختی که دارین هرس کنین. درود به تو دوست خوبم، خوش اومدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو ما شما 4 کلید اساسی هرس یا شاخه‌بری رو می‌خونیم. در موضوع اول که ما شما باید بدانیم، در مهمترین بخش نوع شاخه‌بری یا هرس است. هرس دوست خوبم شما هیچ وقت خود گنگسو گل نکنین. فقط دو نوع هرس یا شاخه‌بری به صورت کلی داریم ما. در کل وقتی هرس در ذهنتان میاد، دو موضوع باید در ذهنتان بیاد، یکی هرس سرد، یکی هرس سبز. هرس سرد اونمو هرسی هست که شما میتونین وقتی درختتان در خواب زمستانی رفت، شما هرستان میتونین انجام بدین که ایره هرس سرد میگه. و هرس سبز وقتی هست که درخت شما حرکت و رشد و نمو میکنه تا اینکه تا آخر فصل پاییز که درخت شما از رشد و نمو میمونه. در جریان فصل رشد هر نوع هرس یا قطع و شاخه‌بری که انجام میشه، این به نام هرس سبز میگه که این یک موضوع. موضوع دوم که ما داریم با زمان هرس یا شاخه‌بری هست که ما شما کدام وقت باید هرس کنیم. قسمی که من در موضوع اول تشریح کردم که هرس سرد و سبز بود، در 4 فصل سال که ما شما داریم، در جریان فصل زمستان که نیاز نیست در مناطق سرد هرس شود. اکثریت از مردمی که در مناطق سرد زندگی میکنه، اصلا شما در جریان زمستان در چرد هرس کردن نباشین که خیلی مشکلات جدی با شما خلق میکنه. و دوستایی که در مناطق گرم قرار داره، در فصل زمستان شما میتونین که در فصل زمستان و فصل پاییز یا خزان میتونین هرس سرد انجام بدین. و در فصل بهار و فصل تابستان شما میتونین هرس سبز انجام بدین. که در کل زمان هرس به صورت کلی هر نوع درخت تره که شما دارین به دو حصه تقسیم میشه، یکی در جریان فصل خزان یا پاییز و زمستان که هرس سرد انجام میشه، و هرس سبز در جریان فصل بهار و تابستان انجام میشه. و با کدام هدف انجام میشه؟ هدف کلی هرس سرد جور کردن چوکات و ساختمان درخت است، و هرس سبز هدفش دور کردن شاخه های اضافی که سر میوه سایه اندازه و میوه ما شما مرغوب و با کیفیت به وجود بیاید. موضوع سوم هم لوازم هرس است. دوستای خوبم، شما وسایلی را که ضرورت دارین در هرس شما باید داشته باشین. خب هر کس میدونه که خب قیچی و اره اینا هست. وسایل اولیه که حداقل باید یک قیچی و اره داشته باشین. در کنار این چه چیزا ضرورت دارین که یک شاخه‌بری ماهر، یک کسی که واقعا به صورت درست و منظم هرس میکنه، چه چیزا را باید داشته باشه؟ خب مهمترین بخش دوست خوبم صحتمندی خود شما هست که مهمتر از همه هست، که شما در قسمت اول باید دستکش داشته باشین. شاخه ها نرم و نازک نیست که ما شما دست بزنیم و او هم بگه که تو صاحب من هستی و دست من خون نمی کنم یا پاره نمی کنم. باید دستکش داشته باشید، چون دستای به شاخه ها میغلطه و خار داره و بعضی ساحات زخمی نکنه دستای ده. این یک موضوع. موضوع دوم هم باید آینک داشته باشید، چون شاخه ها زیاد هست، دستت به شاخه ها مصروف هست، یک دستت به اره یا قیچی، یک دستت به شاخه، کدام شاخه میایه و چشمت میخوره که ای یعنی کلانترین مشکل رو به شما خلق میکنه، که این دو چیز لوازم شخصی خودتان هست. و موضوع سوم هم قیچی هست. قیچی هایی که شما در بازار، در بازارهای افغانستان که پیدا میشه 200-300، اینا را اصلا نخرین. هر قدر قیچی که میگه که ارزان به علت نیست، قیمت به حکمت نیست. شما هر قدر قیمت قیچی بالاتر باشه، همون قدر اندازش بهتر هست.
من یک قیچی به نام فیلکو داشتم دوستای عزیز، قصد کمپاین به شرکت فیلکو ندارم، ولی اگر شما از این قیچی های فیلکو در هر گوشه داشته باشین که در ایران هم یافت میشه، در افغانستان هم، و قیمتش هم حدوداً 1 میلیون 1.5 میلیون به ایران و در افغانستان تا 5000 افغانی هم قیمتش هست که شما میتونین ایره بخرین. و خود من از وقتی که هرس را شروع کردیم حدوداً 10-15 سال میشه که من قیچی فیلکو دارم، تا حالا از او استفاده میکنم. یعنی یک بار بخر، 1000 بار تا آخر هرس کن. و مهمترین بخش در قیچی نظافت قیچی هست. شما بهترین قیچی را که داشته باشین او را پاک نگاه نکنین، بعد از هر هرس و شاخه بوری شما ایره پاک نکنین، شیره های درخت در دندانه هایش میمونه و هر دقیقه شما ایره که باز بسته میکنین دندانه هایش زودتر خراب میشه، شل میشه و از بین میره. بعد اره هست که از هر اره های شاخه بوری یا هرس شما میتونین استفاده کنین، اره های مختلف وجود داره که شما از او باید استفاده کنین. و موضوع پنجم، مهمترین بخشی که در هرس و شاخه بوری هست دوست خوبم، چسب زخم هرس هست. وقتی که شما هرس انجام میدین باید کاری انجام بدین که از طریق زخم هایی که شما به درخت ایجاد میکنین از اون طریق داخل باکتری ها و آفات امراض نفوذ نکنه، که اینجا باز یک لانه و یک خالیگاه جور شده و درخت شما را از اون طریق پوسیدگی شاخه و همچنان امراض قارچی و دایبق بگیره. اینا خیلی مهم است. شما باید چسب زخم اگر در دسترس دارین، کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا و حتی در ایران در اکثریت جاها چسب زخم وجود داره، و اگر شما بودجه فکر میکنین که ندارین یا اگر دارین میخواین ذخیره کنین، یک چیز ارزان و خانگی رو من براتون میگم، از او استفاده کنین و بهتر از چسب زخم عمل میکنه که زرچوبه است. شما زرچوبه رو میگیرین، 1 کیلوگرم زرچوبه رو در 2 لیتر آب حل میکنین و اونمو حل کردگی او را در هر ساحه‌ای که شما قیچی میزنین در اون ساحه یک برسک میزنین که نوکش با مایع زرچوبه که با آب حل شده ای رنگین شوه و از این طریق دیگر اونجا باکتری ها و امراض و آفات نفوذ کردن نمیتونه، که ای از ضد عفونی کردن هست. موضوع چهارم را هم براتون گفتم دوستای عزیز. موضوع اول انواع شاخه بوری، موضوع دوم زمان شاخه بوری یا هرس، موضوع سوم لوازم هرس یا شاخه بوری، و موضوع چهارم اصول اساسی هرس و شاخه بوری. شخصی که اصلا هرس را نمیدانه باید برای اولین بار چیکار کنه، کدام موضوعات را بفهمه. 4 اصول اساسی برای شروع کردن هرس و شاخه بوری هست که شما باید بدانید. دوست خوبم اگر اصلا هرس یاد نداری، این 4 موضوع رو خوب دقت کن که چی کار میکنه یک شاخه بوری ماهر که هرس رو شروع میکنه. خب این رقمی نیست که به معنی که میره قیچی کردن رو شروع میکنه، این گپ نیست، قانون داره. برنامه اولش شما در قسمت اول بدون اینکه چرت بزنین میرین تمام شاخه های موضوع اول پاککاری هست که تمام شاخه های که در قسمت پاجوش هست، تنجوش هست، شکسته هست، خشک هست، مرض هست، این 5 شاخه را شما حذف میکنید. کدام 5 شاخه؟ پاجوش، تنجوش، خشک، مریض و شکسته. این 5 شاخه را که حذف کردین به نام پاککاری در باغبانی برای درخت میگن، که شما این کار را انجام دادین، این 5 موضوع را قطع کردین که پاککاری هرس میگه. موضوع دومی که اصول اساسی هرس یا شاخه بوری هست، چوکات درخت هست. شما کدام نوع درخت را که دارین باید نظر به نوع درخت شما هرس کنین. مثلا زردالو کدام نوع هرس میشه، سیب کدام نوع هرس میشه، و همچنان آلو و خرمالو. هر نوع درخت از خود هرس خاص خود داره. شما نمیتونین که هرسی که سیب میشه او را در زردالو تطبیق کنین، هرسی که گلابی میشه او را در شفتالو تطبیق کنین. این کار اصلا نتیجه نمیده. شما اول درختی را که دارین باید تحقیق کنین که این از کدام چوکات این هرس میشه، که موضوع دوم چوکات درخت است. پاککاری درخت، چوکات درخت. موضوع سوم هم قطع کردن کامل شاخه است، که شما باید کدام نوع شاخه را کامل قطع کنین که این کاملا بیجا است، چوکات درخت درست منظم نمیشه. موضوع چهارم هم سرزنی است، که شما
درخت را پاک کردین، پاککاری کردین، چوکات را در نظر گرفتین که چند شاخه باید بمونن، شاخه‌های اصلی و شاخه‌های مزایم را قطع کردین و یک تعداد شاخه‌هایی که شما شاخه اصلی مانین سرزنی ضرورت داره که سرای اون را هم قطع کردین که شد شاخه بری شما کامل و هر نوع درخت را با سیستم میتونید شاخه بری کنین. دوست خوبم، شما شاید گفته باشین که ما کدام نوع شاخه بری را مثلا در سیب تطبیق کنیم، کدام نوع شاخه بری یا هرس را در زردالو تطبیق کنیم. من 10 درس اساسی مخصوص شاخه بری را از این به بعد برای شما پخش میکنم که روزی یک درخت را برای شما هرس میکنم و شما کاملا یاد میگیرین. این ویدیو کلیات در مورد هرس و شاخه بری بود. 9 ویدیو دیگه هم ما شما داریم که تمام میوه‌جات عمده‌ای را که ما شما داریم، مثلا برای فردا ما شما هرس یا شاخه بری بادام را می‌خوایم، سیب، زردالو، شفتالو و همچنان انگور، تمام درخت‌هایی را که داریم ما شما در 9 روز آینده کاملا فرا می‌گیریم. حتما ویدیوها را منظم تعقیب کن. برای فردا هرس بادام هست که چه قسم ما شما باید هرس کنیم و پس فردا سه و همون رقم ادامه داره تا 9 روز مستقیم در وقتی که انمی تایم در انمی ساعت این ویدیو رو میبینین، فردا شب هم در همین موقع پخش میشه. در هر کشور، هر گوشی که هستی میتونی ویدیوها رو ببینی. فصل هرس سرد هست که حتما این 9 ویدیو را شما دقیق و منظم باید ببینین. حتی به دوستای خود جمع این 10 ویدیو را روان کنین. درس کامل هرس و شاخه‌بری هست که هیچ چیز از پیش شما نمیمانه. اگر این 10 ویدیو را شما فرا بگیرین، دیگه در مورد شاخه‌بری و هرس براتون هیچ مشکلی تضمین میکنم که نمیمانه. پس دوستای خوبم، اگر عاشق کانال باغبان آزاد هستین و ویدیوهاش دوست دارین، حتما ویدیو را لایک کنین و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدین حتما کانال را سابسکرایب بکنین تا اینکه ما و شما بتونیم یک باغداری بسیار موفق داشته باشیم و تجربه های همدیگر را به هم شریک بسازیم. و شما هم اگر یک تجربه خیلی خوب دارین، آدرس تلگرامی ما در اینجا نوشته شده، شما میتونین او را در موبایلتون بگیرین و از این طریق موضوعات خود، تجربهات خود، حتی ویدیو از خود گرفته روان کنین که چی تجربه دارین، ما اون رو مستقیما به بیننده ها پخش میکنین. دوستای خوبم، امیدوارم که ویدیو مورد پسند شما قرار بگیره و تا ویدیوی دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم.